پاییز. آنجا درختی دارم پرگریز که از شبان ستاره ها را میگیرد و از روزان خورشید را. همیشه در پاییز درختی دارم. با درود به شما عزیزان، امیدوارم که لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. برنامه امروز ما گزارشی است در ادامه کنفرانس بنیاد پژوهش ها که در کل برگزار شده بود. در میان برنامه موزیک خواهیم داشت، سپس پایان بخش برنامه ها گزیده ای از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد بود. تا برنامه دیگر، بدرود. من هم از مرجان یاد میکنم، اگرچه گلناز عزیز هم از مرجان یاد کرد و لازم میدونم که یادش رو گرامی ببرم و بگم که هیچ وقت دیگه شاهد توی مرحله نباشیم. صحبت من بیش از هر چیز در ادامه صحبت های سریعه در مورد مرز هایی هست که ما میکشیم و اینطور متصور هستیم که این مرز ها میتونن نظم ایجاد میکنن، ولی در واقع آنچه که ما نظم مینامیم بینظمی غیر قابل کنترلی رو ایجاد میکنیم که کسی جز در واقع قوای حاکم و قدرت مسلط در هر شکلی، نه لزوما در شکل متشکل خودش، از اون سو میبره. از اونجایی که تو نمیتوانی حبس و فرو بستن کنی اگر بخواهی، پس هیچ چیز به درد نخورتر از اندام نیست. تعریف من و در نتیجه اون تعریف آنچه که در زیر مجموعه من مانند اندام و بدن قرار میگیره متشکل از اون تعریفیه که ما در واقع از دیگری انجام میدیم. ما لازم داریم که دیگری رو تعریف بکنیم و در ضمن در خارج از خودمون قرار بدیم. این لازمش اینه که شما بتونید مرز تعیین بکنید و این مرز جایی در درون و بیرون تولید میکنه. در واقع تعریف دیگری تعریف من نیست. ما نیاز داریم که دیگری رو به غیر از این که اونطور لکان میگه ما برای تعریف من به دیگری احتیاج نداریم، بلکه ما خیلی وقتا من رو تعریف میکنیم تا بتونیم دیگری رو در خارج از خودمون تولید بکنیم آنطور که نمیخواهیم اون دیگری باشیم. پس هر آنچه که در درون ما و در هر جای دیگه ای هست و ما نمیپسندیم در جای خارج از خودمون انباشت میکنیم و این باعث ترس میشه. خیلی از ترس های ما منتج از این هست که ما نمیتونیم چیزهای رو، امکانهای رو و آن چیزی رو که در پستو نگه داشتیم، در جای تاریکی نگه داشتیم ببینیم و نمیخواهیم این کار رو بکنیم. مسئله بعد در اینجا درهایی هستن که در واقع ارتباط بین درون و بیرون رو ایجاد میکنن. در هر صورت شما نیاز دارید به این گفتگوی بین درون و بیرون، نیاز دارید که در واقع برای اطمینان از تعریفی که از درون دارید بیرون رو مورد خطاب قرار بدید. این درها درهای کنترل هستن. این درها درهایی هستن که تردیدها و ترسهای ما رو دامن میزنن
و از اون طرف اعمالی هستن برای تشکیل حق مالکیت ما بردارو و از اون طرف حقی که به بیرون میدیم در جهت کنترل و تعریف این دره از جانب اون چیزی که قدرت خطاب میشه. آن تقسیم بندی که در قانون وجود میاد و به طور خاص دوتای و گالتهی که در حوزه مردانه و زنانه ایجاد میشه و به طور خاص در این گالتهی که در قانون حکومت اسلامی بر ساخته میشه تا مرد مردانه بارور کننده و زن زنانه بارور شونده رو تولید بکنه، نزد نمادینی رو ایجاد میکنه که سعی میکنه حیثیت و مشروعیت خودش رو از ماوراء طبیعی بگیره که در واقع این ماوراء طبیعی فقط ساختار و شکلش با ماوراء طبیعی های دیگر قانون ها تفاوت داره. در واقع این قانون سعی میکنه در شکل‌های متفاوت که بعد هم به اون اشاره میکنم این نظم رو تأکید و تثبیت بکنه و البته این نظم در زمان میتونه جواب بده، در بازه زمانی میتونه کارکرد داشته باشه، همانطور که ما دیدیم که در 30 سال این نظم تونست جامعه رو کنترل بکنه اگرچه بی نظم ها بی کار نشسته بودن و در زیر این نظم به ظاهر نما، به ظاهر موجود تونستن که در واقع سطح این نظمی رو افزایش بده. آنچه که در حقیقی شما جامعه رو به دو تکه یا تکه های متفاوت های تقسیم می کنید از ابتدای آمدن حکومت اسلامی سه مسئله مورد تاکید بسیار قرار گرفت، همونطور که در پنل های پیشی بهش اشاره شد و خب من اینطور نظرم در این باره بگم، این صرفا حجاب نبود که جامعه ایران رو مورد تهدید قرار داد، اگرچه این تهدید بسیار جدی بود و نقش تعیین کننده ای در کنترل مردم و دوام حکومت داشت. سه مسئله اصلی مورد تاکید قرار گرفتن و به جد مورد حمایت دولتی قرار گرفتن، مسئله حجاب، مسئله ناموس و مسئله جداسازی جنسیتی. این سه مرحله مرحله‌هایی بودن که در کتاب دست تونستن هم نظمی رو که حکومت اسلامی خواستار اون در جامعه جاری بکنند و همین که به طور مثال از طریق ناموس توانستن که بخشی از جامعه رو به وسیله بخش دیگه مورد کنترل قرار بدن و انرژیشون رو در جای دیگه ذخیره بکنن. منتها اگر که قرار باشه صرفا در مورد حجاب صحبت بکنیم، حجاب یکی از اون مقوله هاییست که میتونه شبیه سازی رو برای قانون در شکل خیلی ایدئالش انجام بده. در واقع قانون جزای اسلامی برای این که بتونه قدرت خودش رو اعمال بکنه در زندگی ما، نه اینکه زندگی ما رو داره حق بکنه، شبیه سازی رو، کارخانه شبیه سازی رو به کار انداخت و شبیه سازی رو به شکل عجیب و غریب و البته معیوبی انجام داد. در واقع آن چیزی که هم بی‌نظمی که تفاوتی که در رو قرار داشت حالا در یک لایه زیرین تر خودش رو جاری می‌کرد در شکل برای مثال در زنان اگر که شما مجبور به رعایت حجاب بودید یا مجبور بودید که در چک‌های معینی از رفتارتون رو انجام بدید در این زمان بود که شما در لایه زیرین تری شروع کردید به تولید یک بی‌نظمی و تولید یک دیگری که اون شما گوشه از این شما بود. این باعث شد که خارج از این که هر فرد هویت شخصی خودش رو گم بکنه میان این دوتا هویت بیرونی و درونی تضاد ایجاد بشه که خب این تضاد مشکل ساز بود. کسانی که راحت‌تر میتونن در نرم‌های هترونورماتیو زندگی بکنن معضل ایجاد میکنه برای کسی که در حوزه کویر زندگی میکنه، دارای زیست کویر هست و در جامعه اقلیت‌های جنسی زندگی میکنه،
برابر تشدید میشه، به خاطر اینکه تمام اینها بی‌نظمی رو دامن میزنه که این بی‌نظمی نه تنها در درون بلکه در بیرون هم مورد حمله قرار میگیره. این حمله صرفا حمله از طریق قانون نیست، خواستگاه‌های متفاوت وجود داره که این مسئله رو مورد تهدید قرار میده. مادامی که ما نتوانیم زبان خاص صحبت کردن در این زمینه رو ایجاد بکنیم و مادامی که ما گفتمان مسلط و کانتکست خودمون رو نداشته باشیم، مجبوریم و باید در کانتکستی صحبت بکنیم که تولید شده پیش از این و دوتایی‌ها رو برای ما ایجاد کرده و نورم‌ها رو برای ما تعریف کرده و مرزها رو کشیده. اگر که ما نتونیم از این فرارایی بکنیم و اگر این کانتکست به طور خودآگاه یا به طور ناخودآگاه بر روی زندگی و زمینه زیستی و فعالیتی ما تأثیر بگذاره، تأثیر ما در واقع در رابطه میتونه خفه بشه و با وجود اینکه ما داریم کار میکنیم در خدمت حکومت‌های توتالیتر و جامعه مردسالار قرار بگیره. در واقع رویکرد حکومت اسلامی به این سه مقوله حجاب، ناموس و جداسازی جنسیتی تأثیر مهیب و معیوبی را بر جامعه ایران گذاشت و برای بازی مشخصی توانست به ایشان برای کنترل اجتماع و اعمال قدرتداری رساند و از سوی در اقتصاد زیستی و جنسیتی چشم‌انداز و رویکرد دیگر گونه ای را ایجاد کنند. به عبارتی این بار حضور امن قدسی بود که ماهیت برون رو در این را تحمیل میکرد و برای تعریف من موضوع بود از انقلاب به تصاحب در آمده ماهیتی را برمی ساخت و برای این منظور ساخت بیگانه مفروض به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت. با این روی کرد مزکندام هستی زیستی بشر چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی در نزد حکومت اسلامی به بهترین شکل ممکن در چشم حاکمان به مصرف رسید و مورد استفاده قرار گرفت. تشدید اوجه ها و تفکیک آنها به دوپایی های مصرفی و آن هم در حالی که ساخت قدسی اطلاعی نظام اسلامی مرزسالار به ایشان بر شرطهای کار کردی و قابل مبادله میداد و از سوی دیگر به راه افتادن کارخانه ها به شبیه سازی بود. در واقع من میخوام صحبتم رو با این جمله تمام بکنم که آنچه اتفاق میفته اینه که اگر که قرار مرزهای تغییر بکنن، اگر که قرار نظم به چالش کشیده بشه و اگر که قرار فاصله و تعریف در اون تغییر بکنه، این تعریف و این مرزبندی ها از ماست که شروع میشه به تغییر کردن. اگر که قرار در این جمع نشستیم و چیزهایی رو تغییر بدیم، باید بتونیم این مرز رو دچار چالش بکنیم و دیگرانی رو که در حوزه ما هستن کمی درون خودمون بتونیم دعوت بکنیم و تفاوت‌ها رو بتونیم بپذیریم، چرا که وقتی که تفاوت‌ها به حد اکثر میرسن ایجاد شباهت صورت میگیره. پس ما همه دی برابر هستیم چون که همه دی با هم متفاوت هستیم. متشکرم. Thank you.
تو رو کجا گمت کردم، بگو کجای این قصه که حتی جوهر شراب همینو از تو میپرسه که چی شد اون همه رویا، همون قصری که بی ساختی. دارم حس میکنم شاید من و تو عشق و نشناختیم، من و تو عشق و نشناختیم. میونه قلبای امروزی ما نمیدونم چرا نمیشه پل بست، مثل دو ماهی افتاده بر خاک، به دور از چشم دریا رفتیم از دست. به لطف و حرمت خاطرها نگو همیشه یاد من میمونی، که نه من مثل اون روزای دورم، نه تو دیگه برای من همونی. بذار جز این سکوت سرد لبات برام چیزی به یادگار نمونه، بذار تا نقطه یه پایان این دیدش مثل عشقی بشین. قلبای امروزی ما نمیدونم چرا نمیشه پل بست، مثل دو ماهی افتاده بر خاک، به دور از چشم دریا رفتیم از دست. تحمل میکنم غیبت ماه، میدونم نیمه هم دیگه هستیم، نشد پیدا بشیم تو متن قصه، رسم عاشقی هر دو شکستیم. میونه قلبای امروزی ما نمیدونم چرا نمیشه پل بست، مثل دو ماهی افتاده بر خاک، به دور از چشم دریا رفتیم از با درود، من سمیرا جباری شما را در جریان رویدادهای سیاسی ایران و جهان قرار خواهم داد. وضعیت نامعلوم 3 وبنگار و فعال فرهنگی دانشجویی بازداشتی. با گذشت حدود 3 هفته از بازداشت 3 فعال دانشجویی و وبنگار در استانهای فارس و تهران، از وضعیت آنان کماکان خبری منتشر نشده و تنها یکی از آنان طی تماس با خانواده از تداوم تحقیقات و تمدید قرار بازداشت خود خبر داده و خانواده 2 فعال دانشجویی نیز تهدید به برخورد قضایی شدند. یک فعال حقوق بشری به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت احمد رضا نجاد، فعال فرهنگی و وبنگار اقتصادی منتقد، پنجشنبه 28 شهریور ماه هنگامی که عازم خارج از کشور بود، گذرنامه او در فرودگاه بین‌المللی توقیف و سپس توسط چند تن از ماموران لباس شخصی بازداشت شد. مراجعات خانواده 2 وبنگار دیگر در فارس،
فرمانی و مولوی فر به دادگاه انقلاب فارس و اداره کل اطلاعات استان نیز تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. اما روز شنبه 27 مهر ماه یکی از ماموران حاضر در دادگاه انقلاب به پدر مهرداد فرمانی و برادر مهران مولوی فر هشدار داد که در صورت مراجعه مجدد و ایجاد مزاحمت آنان نیز بازداشت خواهند شد. بدرفتاری با محمد صائمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین. به گزارش خبرنگاری هرانا، هفته گذشته یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین جهت انجام معاینات پزشکی به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده بود. از سوی ماموران اعزام مورد بدرفتاری قرار گرفت. علی‌رغم اعتراض وی به وضعیت موجود، نام برده 8 روز به تخت بیمارستان مدرس بسته شده بود و بدون اتمام مراجعات مجدد به بند 350 زندان اوین منتقل شد. کارگران زندانی را آزاد کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد تداوم زندان کارگرانی چون رضا شهابی، محمد جراحی و بهنام ابراهیمزاده با شرایطی که آنان دارند نقض بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران است و می باید به آن پایان داده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشته است رضا شهابی برای چندمین بار روانه بیمارستان شد. بر اساس نظر پزشکان در صورت عدم معالجه این فعال کارگری چه بسا که وی به مرور زمان با فلج بخشی از بدنش مواجه شود. تحمیل این شرایط بر رضا شهابی در حالی ادامه دارد که محمد جراحی دیگر فعال کارگری با تنی بیمار و رنجور همچنان در بند است و فرزند بیمار بهنام ابراهیمزاده چشم انتظار پدر. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام همبستگی با کارگران زندانی و مطالبات و خواستهای آنان اعلام داشته مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی، محمد جراحی و نیما ابراهیمزاده در نبود پدر و یا پیش آمدن هر گونه زایه جبران ناپذیری در حق این عزیزان مستقیماً متوجه بالاترین مقامات مملکتی به ویژه دولت روحانی است. برای اولین بار پس از 4 سال مجید توکلی به مرخصی آمد. به گزارش خبرنگار کلمه، مجید توکلی فعال دانشجویی پس از 4 سال حبس با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی 4 روزه آمد. این زندانی سیاسی در این سالها در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خیش را بدون هیچ گونه استفاده از مرخصی از ابتدای بازداشت در تبعید می‌گذراند و حتی از حق دسترسی به تماس تلفنی نیز محروم بود. مجید توکلی دانشجوی رشته مهندسی کشتی سازی و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 16 آذر 88 پس از سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه در مراسم سالگرد روز دانشجو در حالی که قصد خروج از درب دانشگاه را داشت همراه با ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی برای سومین بار بازداشت شد. مجاز بودن ازدواج با دختران زیر 13 سال و حذف شرط سنی. به گزارش سایت تابناک، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حذف بند شرط سنی ازدواج از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده گفت برای ازدواج حداقل سن مندرج در قانون مدنی ملاک قرار گرفته و با توجه به این موضوع ازدواج کودکان منع قانونی نخواهد داشت. نماینده مردم در مجلس نهم توضیح داد این طرح سقف سن ازدواج برای محرک‌های تشویقی قائل نشده و بندی که برای ازدواج سن تعیین می‌کرد حذف شد، اما هنوز حداقل سن ازدواج همان سن تعیین شده در قانون مدنی است، یعنی برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال. رامین جهان بگلو: مردم به اعدام‌های در ملأ عام پشت کنند و نشان دهند که آن را قبول نمی‌کنند.
بنا به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، دکتر رامین جهانبگلو، نویسنده و استاد دانشگاه، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که خشونت در جامعه ایران قرن‌هاست که وجود دارد و همین دلیل یک امر سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه تبدیل به فرهنگ شده است. او در خصوص روند فرایندهای اعدام‌های در ملأ با اشاره به ضرورت خشونت پرهیزی گفت: اگر فرض کنید فردا در خیابان‌های ایران کسی را با جرثقیل بالا ببرند تا اعدام کنند، مردم پشتشان را به این صحنه کنند، شما ببینید چه جستی می‌شود. تاج‌زاده: نرمش قهرمانانه در داخل یعنی تداوم حبس‌ها و حصرها. بنا به گزارش اخبار روز، مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی اصلاح طلب دیگر، مثل نخستین روزهای انتخاب حسن روحانی خوشبین نیست. او در تازه ترین موضع‌گیری سیاسی خود نوشته است: نرمش قهرمانانه‌ای که از سوی آیت الله خامنه‌ای مطرح شده در داخل کشور ادامه سرکوب است و با معترضان داخلی همچنان با چهره و زبان و ادبیات عبوس و آمرانه و تخمدالود سخن گفته خواهد شد. او در این نوشته به موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه استناد کرده است. سخنگوی قوه قضاییه با اظهارات اخیر خود معنای واقعی نرمش قهرمانانه را روشن کرد، به این ترتیب که قرار است در سطح بین‌المللی بازی برد برد در پیش گرفته شود، اما در عرصه داخلی همچنان بازی برد باخت حاکم بماند. نرمش قهرمانانه در روابط خارجی یعنی تلاش برای لغو تحریم ها و تهدید ها، ولی در داخل به مفهوم تداوم حبس ها و حصر ها خواهد بود. به بیان دیگر، سیاست خارجی قلمرو لبخند و گفتگو خواهد شد، اما با معترضان داخلی با همان چهره و زبان و ادبیات عبوس و آمرانه و تهمت آلود سخن گفته خواهد شد. بانک ها هم شیعه و سنی شدند. به گزارش انصاف نیوز، یکی از مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به دولت در عملی غیرقابل توجیه و برخلاف شعارهای دولت‌های جدید، شیعه بودن را یکی از شرایط در یک آگهی استخدامی اخیر خود برای جذب متصدی امور بانکی اعلام کرده است. به گزارش انصاف نیوز، در یکی از بندهای شرایط عمومی برای استخدام متصدی امور بانکی برای شهر تهران نوشته شده که فرد باید متدین به دین مبین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثناعشری باشد. انتقاد هاشمی رفسنجانی از تحریم‌های ایران در دیدار با اعضای پارلمان اروپا. هیئتی از پارلمان اروپا که به ایران سفر کرده با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی در این دیدار گفته است: غرب باید حسن نیت خود را در اراده همکاری با ایران ثابت کند. او تحریم ها را ظالمانه خوانده و گفته است واقعا معلوم نیست غرب از ایران چه می خواهد که این گونه برخورد می کند. هیئتی که از پارلمان اروپا به ایران سفر کرده، گروه سوسیالیست های پارلمان هستند. بشار اسد در مورد موفقیت کنفرانس صلح ابراز تردید کرد. به گزارش رادیو فردا، رئیس جمهوری سوریه، کشوری که بیش از 2.5 سال است در جنگی داخلی به سر می‌برد، می‌گوید گروه‌های مخالف او که به کنفرانس صلح دعوت شده‌اند، بیش از آنکه نماینده مردم سوریه باشند، نماینده قدرت‌های خارجی هستند. کنفرانس صلحی که به ژنو 2 مشهور است، نشستی است بین‌المللی که قرار است با همکاری سازمان‌های فرادولتی و بین‌المللی برپا شود تا برای برون رفت از بحران سوریه راهی بیابد. با امید دیدار تا برنامه دیگر.